دهمین روز شهریور ماه برابر با 1 سپتامبر سال 1094 خورشیدی برابر با 1174 میلادی، آغاز ساخت برج معروف پیزا در شهر پیزای ایتالیا با 56.7 متر ارتفاع و 14500 تن وزن. گفته می شود در قرن 12 اهالی شهر پیزا تصمیم گرفتند کلیسای آنها برجی داشته باشد که برج سینت مارک را تحت تأثیر قرار دهد. پس معماری کارآزموده به نام دیوتی سالوی را مسئول ساختن این برج کردند. اما چند سال پس از شروع ساخت آن، هنگامی که تنها 3 طبقه پایینی آن به پایان رسیده بود و پیش از آن که ارتفاع برج به 12 متر برسد، این برج خمیدگی خودش به سمت جنوب شرقی را نشان داد. برابر این کار ساخت این برج به مدت 100 سال متوقف شد و پس از آن معمار دیگری به نام بونانو پیزانو کار ساخت برج را ادامه داد. او 4 رومین سقف بنا را به پایان رساند و آن را نیمه تمام گذارد و 4 طبقه بعدی آن با همان تمایل به خمیدگی به پایان رسید. سپس معمار دیگری رشته کار را به دست گرفت و طبقات 5 و 6 را تمام کرد، اما پایه اصلی همچنان منحرف می شد. تقریبا 100 سال بعد معماری به نام جوانی پیزانو ساختمان آخرین بالکن را به پایان رساند و ناقوس‌های برج را در نزدیک مرکز ثقل نصب کرد. این برج با زاویه 6.3 درجه نسبت به زاویه قائم توانسته قدرت جرمی خود را در مقابل نیروی گرانشی مرکزی حفظ کند. در صورتی که معماران می توانستند این نوع حالت را حفظ کنند، این برج با توجه به نوع زمینی که بر روی آن قرار داشت می توانست تا زاویه 6.8 درجه نیز کج شود. اما به دلیل نصب شدن یک لوستر تمام فلزی 1.2 تنی، این موضوع تا حد زیادی تحت شعاع قرار گرفت و حال بسیاری از معماران در این فکر هستند که بازوهای مقاومتی بر روی آن برای حفظ قدرت نگهدارنده آن تعبیه نمایند. این برج به این ترتیب به نشان اصلی شهر پیزا تبدیل شد و توسط یونسکو به میراث فرهنگی مبدل گردید. سال 1344 خورشیدی برابر با 1965 میلادی، تشکیل کمیته استفاده از نیروی اتم در ایران. سال 1335 مجلس شورای ملی وقت ایجاد مرکز اتمی دانشگاه تهران را تصویب کرد و در حدود 9 سال بعد کمیته‌ای برای استفاده از این نیرو به وجود آمد و سبب شد تا در آذر ماه همان سال راکتور 5 مگاواتی آموزشی و تحقیقاتی ایران که از آمریکا خریداری شده بود آماده فعالیت شده و 1 سال بعد در مرکز تحقیقات هسته‌ای امیرآباد تهران به کار گرفته شود و تاکنون هم فعالیتش ادامه یابد. سال 1348 خورشیدی برابر با 1969 میلادی، کودتای سوسیالیستی در لیبی به فرماندهی معمر قذافی. سرهنگ معمر قذافی و گروهی از افسران ارتش لیبی طی کودتایی ملک ادریس سنوسی پادشاه 79 ساله لیبی را که در ترکیه مشغول معالجه بود از سلطنت خلع نمودند و در لیبی جمهوری سوسیالیستی اعلام کردند.